سلام بر شما، به خبر نیمروزی خوش آمدید. سفر رئیس مجلس به لبنان و بازدید میدانی از محل بمباران‌ها در بیروت. مردم اینجا که من سوال میکنم که چه اتفاقی افتاده؟ اینجا همه مردم عادی زندگی میکردن. باف ملت و دولت ایران به صورت همه جانبه از محور مقاومت و مردم لبنان حمایت میکنند. در این شرایطی که هست بدون شک ایران همیشه حامی ملت لبنان بوده و فلسطین، امروز هم هست. رایزنی های فشرده رئیس مجلس با نخست وزیر لبنان در بیروت. رئیس جمهور در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه ها در دانشگاه تهران، رسالت دانشگاه نشاندن کشور بر قله علم و فناوری است. من اگر توانی دارم، علمی دارم، مهارتی دارم، باید کاری بکنم که کشورم، مردم ما در تمام اون قسمت هایی که امکان پذیره به جایی برسن که از کسی کم نباشیم. قطعی برق بر اثر اصابت دو پهپاد تهاجمی حزب الله لبنان به شمال تل آویو و ناکامی سامانه های پدافند هوایی در رهگیری آن، دو موشک هم به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست اصابت کرد. ما در میز اقتصاد بررسی میکنیم بانک های ناتراز چگونه بر تورم و سفره مردم تاثیر میگذارند. بر اساس قانون برنامه هفتم، بانک مرکزی چه تکالیفی برای کاهش ناترازی شبکه بانکی دارد؟ حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در قلب مقاومت لبنان در مرکز بیروت. آقای قالیباف که صبح امروز به دعوت همتای لبنانی خود وارد بیروت شد، در زاهیه جنوبی بیروت حضور یافت و علاوه بر گفتگو با مردم حاضر در محل، از نزدیک در جریان جنایت‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت. مردم اینجا که من سوال می‌کنم که چه اتفاقی افتاده؟ اینجا همه مردم عادی زندگی می‌کردن و برادران مسلمان هم زندگی می‌کردن. این اتفاق افتاده. شرایطی که هست بدون شک ایران همیشه حامی ملت لبنان بوده و فلسطین، امروز هم هست. حتما هم آقای قالیباف همچنین در دیدار با نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان بر حمایت‌های جمهوری اسلامی از مردم لبنان و مقاومت آنها در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کرد. خب برای اطلاعات جزئیات حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در بیروت و رایزنی‌های ایشون با مقام‌های لبنانی، ارتباط ما با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در بیروت برقرار شده. آقای حسینی بای سلام بر شما. امروز همونطور که خودتون هم بودید، رئیس مجلس کشورمون هم به بیروت سفر کردن، شما با ایشون گفتگو کردید. چه جزئیاتی از دلایل و برنامه‌های این سفر میتونید به ما و بینندگان بگید و چه بازخوردی از حضور آقای قالیباف در لبنان دیدید؟ سلام به شما و بینندگان عزیز و ارجمند. حدود ساعت 10 صبح وقت محلی بود که هواپیمای آقای قالیباف در فرودگاه بین‌المللی بیروت به زمین نشست. اولین دیداری که آقای قالیباف رئیس مجلس کشورمون داشتن، دیدار با نخست وزیر موقت لبنان بود. یه بخشی شما اشاره کردید، اما بخشی دیگر رو عنوان می‌کنم. در این دیدار آقای قالیباف اشاره‌ای داشتن به سفرهایی که رئیس جمهور کشورمون داشتن، سفری که به ترکمنستان داشتن آقای پزشکیان، سفری که خودشون به تاجیکستان داشتن، سفری که وزیر امور خارجه کشورمون به کشورهای منطقه داشتن، که در تمامی این سفرها عنوان شده که تلاش جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از در واقع این جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان هست، تلاش های ایران برای اینکه صلح برقرار بشه. بیش از این دیگه مردم لبنان در واقع یا مردم فلسطین این گونه در واقع مورد هجمه و مورد حملات رژیم صهیونیستی واقع نشه. این تلاش های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران بود و
بحث دیگه هم که اینجا مطرح شد بحث آقای میقاتی بود که از تلاش‌های نخست وزیر موقت لبنان بود، از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تشکر کرد و ابراز در واقع امیدواری کرد که صلح به زودی برگرده به این صحنه و یه تقاضای دیگه هم از ایران کرد، بحث آواره‌ها هست که تو این زمینه کمک‌هایی بشه که آقای قالیباف قول مساعد داره. بعد از اون آقای قالیباف، البته الان این صحنه که می‌بینید آقای دکتر قالیباف دارن عازم دیدار با رئیس پارلمان لبنان میشن که مشاهده کردید، دیداری است که تا لحظاتی دیگر برگزار خواهد شد. اما ادامه صحبتامون رو عنوان کنم، آقای قالیباف تقریبا یک ساعت خوردی به منطقه این تو خبرها عنوان شد که زاهیه نبود بلکه مرکز بیروت، همین جایی که تو گزارش دیشب ما بود دو روز قبل دو تا ساختمان رو مورد هدف قرار داد رژیم صهیونیستی، به مرکز بیروت رفتن، زاهیه نبود. اصلاح کنیم این خبرهایی که منتشر شده و اونجا در جمع مردم حاضر شد، مردم استقبال کردن، مردمی که اونجا حضور داشتن و صحبتهایی که رئیس مجلس کشور در جمع خبرنگار اونجا داشتن، این جنایات رژیم صهیونیستی رو محکوم کردن، اینکه بیان ساختمانی که مسکونی هست رو بمباران کنن رو به شدت محکوم کردن. این دیدار بعدی هم که الان عنوان کردم که با رئیس مجلس لبنان هست. ممنونم از همکارم آقای حسینی بای، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در بیروت پایتخت لبنان. ادامه عملیات حزب الله لبنان علیه اهداف نظامی رژیم اشغالگر. مقاومت لبنان در بیانیه‌هایی از هدف قرار دادن پایگاه 7200 و کارخانه مواد منفجره در جنوب حیفا، مواضع رژیم صهیونیستی در مئیلیا و بلدوزرهای نظامی این رژیم در اطراف مقر رامیا خبر داد. در بیانیه‌های حزب الله لبنان به موشکباران تجمع سربازان دشمن در پادگان زرعیت و پایگاه هما در جریان اشغالی سوریه هم اشاره شده است. منابع میدانی از شنیده شدن چندین انفجار در صفد خبر دادند. در پی شلیک موشک از لبنان، آژیر خطر در غرب دریاچه طبریا به صدا درآمد. همچنین ارتش اسرائیل به ورود دو پهپاد از لبنان به سمت مرکز سرزمین‌های اشغالی اذعان کرد. المیادین شب گذشته گزارش کرد مقابله با پهپادی که 100 کیلومتر از لبنان به سمت هرتزلیا در شمال تل آویو پرواز کرده، به معنای شکست سامانه گنبد آهنین است. اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان هم به شهرک نشینان هشدار داد از مراکز نظامی دور شوند. حزب الله لبنان فاش کرد صهیونیست ها از خانه های شهرک های شمالی به عنوان مرکز تجمع افسران استفاده می کنند. بنابراین این نقاط جز اهداف موشکی و هوایی مقاومت قرار گرفته است. همزمان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و کشتار شهروندان این کشور هم ادامه دارد. هواپیماهای اسرائیلی امروز هم ساختمان هایی را در جنوب و شرق لبنان بمباران کرده و ده ها نفر از جمله شماری کودک را به شهادت رساندند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد روز جمعه 60 لبنانی در حملات اسرائیل به خاک لبنان به شهادت رسیدند و شمار مجموع شهدا در حملات رژیم صهیونیستی به 2229 نفر افزایش یافته است. خب با همکارم گفتگو میکنم، میثم دلاوری خبرنگار ما که همکنون در جنوب لبنان هممرز با سرزمین های اشغالی مستقر هستند. آقای دلاوری سلام بر شما، الان اوضاع در مرز چطور هست و چرا رژیم اشغالگر در این مرحله دست به چنین اقدامی زده؟ بله
بله سلام. خب در نقاط مرزی بین لبنان و سرزمین‌های اشغالی تحرک خاصی ندیدیم غیر از بمباران هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی و پاسخ موشکی حزب الله. در یکی دو نقطه مرزی که حدود 150 متر نظامیان اشغالگر نفوذ کرده بودند، دقایق رو به عکس یادگاری سفری کردند تا از اون به عنوان کار تبلیغاتی برای اقناع‌سازی افکار بحران زده سرزمین‌های اشغالی استفاده کنند. اما امروز پایگاه صفد همچنان زیر حملات موشکی حزب الله قرار گرفت، چرا که این شهر اطراف چند تا پایگاه نظامی هست. بیشتر این شهر عملا تخلیه شده محسوب میشه و نظامیان صهیونیستی با توجه به اینکه این مقرها هم بیشتر تخریب شده با ضربات حزب الله، تلاش میکنن در این مناطق مستقر شن. به ویژه اینکه این شرایطی که در صفد حاکم هست، همین حالت رو در نهاریا، عکا و حیفا میبینیم. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مقرهای نظامیان اشغالگر با ضربات حزب الله آسیب دیده، نظامیان اشغالگر وارد منازل مسکونی شهرک نشینان اشغالی میشند. یک دلیل دیگه ای که حزب الله این مناطق رو مورد هدف قرار میده اینه که بهانه ای رو رژیم قاسب صهیونیستی چند روزیه که تکرار میکنه، مبنی بر اینکه در مناطق داخل بیروت و مناطق اطراف نیروهای حزب الله حضور دارن. به همین علت رژیم صهیونیستی با جنگنده‌هاش مناطق رو مورد هدف قرار میده. اما حزب الله بازدارندگی جدیدی ایجاد کرده، یعنی اگر قرار است در مناطق مختلف لبنان با بهانه‌های رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی مورد هدف قرار بگیرند، رژیم صهیونیستی همین تاوان رو باید در سرزمین‌های اشغالی بده. بله ممنونم از شما آقای دلاوری. ارتباط ما با دیگر همکار همطور که در تصویر هم شما بینندگان مشاهده می‌کنید با آقای سجاد مهتری خبرنگار اعزامی به شرق لبنان برقرار. آقای مهتری سلام بر شما. ظاهرا شما امروز به یک مرکز کمک رسانی به شهروندان شرق لبنان رفتید، گزارش شما رو می‌بینیم و می‌شنویم. بله به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان این بخش خبری. همونطور که شما هم اشاره فرمودید، ما به یک مرکز کمک رسانی اومدیم. اینجا مرکزی هست که غذای گرم طبخ میشه. در این مرکز روزانه 5000 پرس غذای گرم برای دو وعده صبحانه و نهار برای پناهنده ها طبخ میشه. این غذاهای گرم بین پناهنده هایی که در مدارس شهر بعلبک مستقر هستند توزیع میشه روزانه. این یکی از آشپزخانه هایی است که ما در اونجا حضور داریم. این مرکز حدود 3 آشپزخانه دیگر هم داره که در این شهر فعالیت داره و غذای گرم داره توزیع میکنه بین پناهنده ها. همونطور که تو تصویر هم میبینید غذاهای گرم آماده شده و قرار هست توزیع بشه. تمام هزینه های این غذاها توسط مردم پرداخت میشه. این مرکز جدایی از مراکزی هست که حزب الله تدارک دیده. بانوانی هم ما اینجا مشاهده کردیم که کار طبخ و فعالیت جهادی رو داشتن اینجا انجام میدادن که به صورت داوطلبانه اومدن به این مرکز و دارن فعالیت انجام میدن. حزب الله هم برای کمک به پناهنده ها مراکزی و راه اندازی کرده، علاوه بر مراکز درمانی، مراکز پخت و طبخ غذای گرم و همچنین بسته های غذایی رو هم راه اندازی کرده که بین پناهنده هایی که در مدارس و در شهرهای اطراف و استان بقا مستقر هستند توزیع کنه. ممنونم از همکارانم آقایان مهتری و دلاوری خبرنگاران صدا و سیما به ترتیب در شرق و جنوب لبنان. ادامه حملات اشغالگران رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه در هشتمین روز از محاصره اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه، 30 فلسطینی در بمباران هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. بیشتر شهدا زن و کودک هستند. شمار زیادی هم مفقود و زخمی شدند. يشهد الله ان هذه الاطفال هذه الطفله جاءها ايام تنام بدون اكل وبدون شرب وبدون ملابس. اقسم بالله حسبنا الله وانت نعم الوكيل. عينك نايمه. در حمله هوایی این رژیم به مناطق مختلف شهر غزه نیز دست کم 8 فلسطینی به شهادت رسیدند و 10 نفر زخمی شدند. در حملات به مرکز نوار غزه هم 2 تن شهید و شماری زخمی شدند. همزمان رسانه ها تصاویری از لحظه نجات یک کودک فلسطینی از زیر آوار خانه‌ای در منطقه غزه را منتشر کردند.
اوضاع در بیمارستان کمالدوان در شمال نوار غزه هم بحرانی گزارش شده است. جنگنده های رژیم صهیونیستی به شدت این بیمارستان را هدف قرار می دهند. آب و غذا برای هزاران خانواده فلسطینی تحت محاصره در بیت هانون، بیت لاهیا و جبالیا وجود ندارد. بر اساس اعلام سازمان پزشکان بدون مرز، هم‌اکنون هزاران نفر در اردوگاه آوارگان جبالیا گرفتار شدند. تصاویر ماهواره‌ای از غزه نشان می‌دهد 66% ساختمان‌های این شهر ویران شدند. در عرصه نبردهای میدانی هم گردان‌های شهید عزالدین قسام از هدف قرار دادن دو تانک مرکاوا و یک بولدوزر نظامی در شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه خبر دادند. گزارش‌ها حاکی است بالگردهایی برای انتقال زخمی‌ها بر زمین نشستند. یک خودرو زرهی صهیونیست‌ها هم در شمال نوار غزه منهدم شد. در جنوب شهر غزه هم درگیری‌های شدیدی میان رزمندگان مقاومت و نیروهای اشغالگر گزارش شده است. خب درباره آخرین خبرها از غزه گفتگو می‌کنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای نزال علیان. سلام بر شما، گزارش شما رو از جنایات امروز رژیم صهیونیستی و تحولات غزه می‌بینیم و می‌شنویم. بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز از شمال نوار غزه. از بیمارستان کمال عدوان با شما صحبت می‌کنم. همچنان در واقع اردوگاه جبالیا در محاصره شدید، مردم بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. رژیم اشغالگر صهیونیستی محاصره شدیدی را بر اردوگاه جبالیا و شمال نوار غزه اعمال کرده. در واقع توصیف این وضعیت بسیار بسیار سخته، چون که صحبت می‌کنیم از محاصره شدید به شمال نوار غزه و همچنین بمباران شدید به اردوگاه جبالیا. مردم در اینجا غذا و آب پیدا نمی‌کنند، خدمات پزشکی و دارو در اینجا پیدا نمی‌شود. بیمارستان‌ها همچنان تهدید می‌شوند به بمباران. شمار زیادی از مجروحان و شهدا در زیر آوارها ماندند و صدای فریادهای مجروحان شنیده می شود، اما امدادگری نمی تواند به آنها کمک کند. در واقع بیشتر بخش بیمارستان کمال عدوان نیز از کار افتاده و تعطیل شده و این بیمارستان نیز نمی تواند به مجروحان خدمات بهداشتی و پزشکی ارائه کند. وضعیت بسیار وخیم است در شمال نوار غزه. مردم در اینجا به شدت محاصره شدند و بعض دچار گرسنگی شدید شدند، غذا و دارو پیدا نمی کنند. حملات صهیونیستان نیز هر از چند گاهی به مناطق مختلف انجام میشه. وضعیت انسانی بسیار وخیم است. نیروهای امدادرسان و نیروهای بهداشتی و پزشکی نیز نمی توانند به مجروحان رسیدگی کنند و عملیات در واقع عمل جراحی بر روی مجروحان انجام نمیشه، چون که پزشکان در واقع سوخت و تجهیزات مناسب پزشکی در اختیار ندارند. ممنونم از همکارم آقای نزال علیان، خبرنگار صدا و سیما در غزه. اجلاس وزیران بهداشت کشورهای عضو بریکس در مسکو برگزار شد. در این نشست وزیران و مقامات ارشد بهداشت و سلامت کشورهای عضو گروه بریکس بر ضرورت همکاری در حوزه بهداشت، درمان، سلامت، تبادل تجربه‌ها و توسعه همکاری‌های علمی و فناوری در زمینه تجهیزات پزشکی تاکید کردند. اجلاس وزیران بهداشت کشورهای عضو بریکس در مسکو با هدف توسعه همکاری‌های بهداشتی و درمانی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پزشکی، توسعه صنایع مرتبط با تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی و بهبود شرایط آموزشی.
علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در رأس هیئتی به نمایندگی از ایران در این نشست بین المللی شرکت کرده بود، دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان را تشریح کرد و خواستار تقویت و تعمیق همکاری بین کشورهای عضو بریکس شد. معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین در حاشیه این اجلاس با معاون وزیر بهداشت روسیه به گفتگو نشست. Я бы хотел сказать, что наше взаимодействие с Министерством здравоохранения Исламской Республики Иран. روسیه و ایران در زمینه تولید تجهیزات پزشکی، دارو و خدمات بهداشتی درمانی از دانش و فناوری‌های پیشرفته برخوردار هستند و دو کشور برای بی‌نیاز شدن از غرب همکاری‌های جدی و رو به رشدی را آغاز کردند. خب یکی از کشورهایی که همواره ما باشون ارتباط داشتیم و تبادل اطلاعات و تکنولوژی میتونه صورت بگیره کشور روسیه هست و همین کشورهای بریکس که الان دور هم جمع شدن قطعا میتونه این تبادل اطلاعات خیلی کمک بکنه، ضمن اینکه با توجه به ارتباطات فرهنگی و استراتژیکی که ما با کشور روسیه داریم قطعا میتونه توی زمینه دستاوردهای خیلی زیادی داشته باشه. کشور ما توانمندی‌های زیادی در حوزه دارو، در حوزه سلامت و حتی تجهیزات پزشکی داره و از طرف کشور روسیه هم تجارب خیلی خوبی در زمینه بیماری ها و هوش مصنوعی و تلمدیسین یا پزشکی از راه دور داره. دقیقا میتونیم این تبادل اطلاعات کمک بکنه به مردم هر دو کشور و منطقه. در این نشست اعلام شد به زودی سند جامع همکاری های ایران و روسیه در حوزه بهداشت و درمان به امضا خواهد رسید. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو. رئیس سازمان جمعیت هلال احمر اعلام کرد به زودی یک بیمارستان صحرایی دیگر برای درمان و اسکان مجروحان و آوارگان فلسطینی و لبنانی در مرز سوریه و لبنان ساخته می شود. آقای کولیوند گفته مدارک و مستندات جنایت ضد حقوق بشری رژیم صهیونی برای ارسال به دادگاه کیفری لاهه در حال جمع‌آوری است. یا الله، لا اله الا الله. جنایتی که با سکوت مجامع بین المللی همچنان ادامه دارد. ویرانه که در تصویر میبینید بیمارستان صحرایی و انبار دارویی و تجهیزات پزشکی و زیستی جمعیت هلال احمر کشورمان در مرز بین لبنان و سوریه است. این آخرین اقدام ضد حقوق بشر رژیم صهیونیستی علیه مراکز درمانی است. آی پزشکای بدون مرز، آی اونایی که دنبال حقوق بشری، اینا قرار بود بیمارستان بشه. اینا که میبینین همه تختای بیمارستانیه که این جنگنده اسرائیلی اومد زد و رفت. اصلا نیستا میله چادره که واسه مردم بوده، میخواستم بزنن که مردم سخت بالا سرشون باشه. البته یکی از اهداف دائمی رژیم صهیونیستی حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است، به طوری که وزیر بهداشت فلسطین اعلام کرده تمام 114 بیمارستان و مراکز درمانی نوار غزه کاملا تخریب شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ هم اوضاع بهداشتی و پزشکی نوار غزه را فاجعه بار اعلام کرده. همچنین در پی تجاوزات عمدی این رژیم به لبنان تا کنون 4 بیمارستان در جنوب این کشور دیگر قادر به خدمت رسانی به مردم نیستند. بر اساس قواعد بین المللی و کنوانسیون های 4گانه ژنو هر گونه حمله به اماکن غیر نظامی مخصوصا اماکن درمانی و امدادی ممنوعیت مطلق دارد. ما اعتراض خودمون و شکایت خودمون رو به هم فدراسیون صلیب سرخ و هم کمیته صلیب سرخ و هم بین الملل انجام دادیم. اضافه بر اون تمام نقص‌های حقوق بشر دوستانه رو احسا کردیم، مستنداتش رو آماده کردیم برای دادستان بین الملل. اضافه بر اون که خود ما امضا میکنیم، کشورهای زیادی رو همراه خودمون میکنیم که این سند رو امضا بکنن و به عنوان اعلام جرم و شکایت اعلام کنن. در حالی که به این جنایت ها در رسانه های بین المللی هم اشاره مستقیم نشده است. بیمارستان صحرایی از طریق کمک‌های مردمی تجهیز و دایر شده بود. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما. وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفته جنگ غزه گرانترین جنگ در تاریخ این رژیم است. طبق گفته منابع صهیونیستی این جنگ تاکنون بیش از 66 میلیارد دلار هزینه داشته است.
وقتی حدود یک سال پیش جنگ در غزه آغاز شد، سران رژیم صهیونیستی اهداف بزرگی در سر داشتند. ما یک هدف داریم و آن از بین بردن حماس است. صهیونیست‌ها که به پشتوانه حمایت مالی و تسلیحاتی غرب وارد جنگ غزه شدند، شاید از آنجا که فکر می‌کردند خیلی زود به اهدافشان می‌رسند، فکر پیامدهای این جنگ را نمی‌کردند. پیامدهای سنگین، به خصوص در حوزه اقتصادی که موجب شده وزیر دارایی رژیم صهیونی جنگ غزه را پرهزینه ترین جنگ تاریخ این رژیم بداند. حالا بعد از یک سال از آغاز جنگ در غزه، بانک مرکزی رژیم صهیونی اعلام کرده جنگ غزه دست کم 67 میلیارد دلار هزینه روی دست رژیم گذاشته. تقریبا 67 برابر هزینه‌ای که رژیم صهیونی در جنگ 6 روزه سال 1967 هزینه کرد و توانست 6 کشور عربی را شکست دهد و بلندی‌های جولان، کرانه باختری، نوار غزه، بیت المقدس و صحرای سینا را اشغال کند. هرچند برخی از کارشناسان با توجه به خسارت‌هایی که به بخش‌های مختلف رسیده، خسارت‌های وارد شده به اقتصاد رژیم را بیش از 100 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. تعداد افرادی که اسرائیل را ترک می‌کنند در تاریخ اسرائیل بی سابقه است. بحران اقتصادی بد و بدتر خواهد شد. هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضع موجود وجود ندارد. سرمایه گذاری خارجی از بین رفته. آماری که ارائه میشه تنها هزینه های موجوده، در حالی که جنگ پیامدهای طولانی مدتی داره که بسیار بیشتر از اون چیزیه که الان اعلام میشه. اقتصاد اسرائیل ضربه سنگینی خورده و سرمایه ها در حال فرار است. بیش از 2 میلیارد دلار هم از حساب های بانکی اسرائیل خارج شده. بیش از 143 هزار نفر هم آواره شدن. اینها در طولانی مدت پیامدهای سنگینی برای اقتصاد اسرائیل خواهد داشت. پیامدهای سنگین برای اقتصاد رژیم صهیونیستی، وقتی حداقل 40 هزار شرکت صنعتی رژیم صهیونی تعطیل شده، بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه از سرزمین‌های اشغالی خارج شده و آمار مهاجران هم به بیش از 69 هزار نفر رسیده. اگر تولید ملی کاهش یابد، مشکل بزرگتری ایجاد می شود و آن معضل در بازگشت به وضع گذشته است. شرکت ها بدبین هستند و به اماکن دیگر نقل مکان می کنند. این نگرانی وجود دارد که آنها حتی بعد از جنگ هم باز نگردند. نگرانی صهیونیست ها وقتی بیشتر می شود که این اعداد و ارقام مربوط به قبل از شروع جنگ با حزب الله هست. یعنی زمانی که شهرهای بزرگ حیفا و تل آویو تاثیر کمی از جنگ پذیرفته بودند. حالا که این دو شهر هم به دایره آتش مداوم مقاومت افزوده شدند، انتظار می رود پیامدهای اقتصادی جنگ برای رژیم صهیونی بیشتر هم شود. امروز می خواهم درباره فاجعه اقتصادی قریب الوقوع به مردم اسرائیل هشدار دهم. خسارت ها میلیاردی شده و بخش های اقتصادی با فروپاشی دست و پنجه نرم می کنند. اگه جنگ ادامه پیدا کنه، اقتصاد ما ورشکسته می شه. دبا شاخ سونی، خبرگزاری صدا و سیما. دولت نیکاراگوئه رژیم صهیونیستی را فاشیست و عامل نسل‌کشی خواند و از قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم خبر داد. به گزارش رویترز، دولت نیکاراگوئه با صدور بیانیه اعلام کرد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به فلسطین به لبنان گسترش یافته و به شدت سوریه، یمن و دیگر کشورهای منطقه را تهدید می‌کند. کنگره نیکاراگوئه هم با صدور قطعنامه از دولت این کشور خواست همزمان با ایام سالگرد حمله 7 اکتبر 2023 15 مهر 1402 اقدامی در این رابطه انجام دهد. وزیر خارجه نیکاراگوئه هم اخیراً در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقاد از نظم ناعادلانه کنونی حاکم بر جهان، نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و متحدان این رژیم علیه مردم فلسطین و لبنان را محکوم کرد. ادامه حمایت‌های جهانی از مردم فلسطین. مردم لندن با تجمع مقابل خانه سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور جنایت‌های این رژیم در غزه و لبنان را محکوم کردند. مردم سوئد هم با برپایی تظاهرات شعار فلسطین از بحر تا نهر سر دادند. Palestine! Palestine! Palestine!
27% of British people say that if Netanyahu puts a toe in this country, he should be arrested for genocide. رویای اشغال نیل تا فرات رژیم صهیونیستی سوژه کاربران فضای مجازی شده. مصاحبه قدیمی از وزیر دارایی رژیم صهیونیستی که حالا دوباره دست به دست میشه و واکنش بسیاری از کاربران عرب زبان رو به دنبال داشته. هتسل، بنیانگذار سازمان صهیونیستی که یهودیان را برای مهاجرت به فلسطین تشویق کرد و آرزویش تشکیل یک کشور یهودی بود. تیودور هتسل، مؤسس حرکت صهیونیت سیاسیت العالمیه. آرزویی که هتسل در دفتر خاطراتش نوشته و مرزهای صهیونیست‌ها را از نیل تا فرات مشخص کرده. هم فرایند ضبط اموال و هم اخراج فقرا باید به شکلی محرمانه و محتاطانه انجام شود. رویای این روزنامه‌نگار یهودی دست به دست چرخیده. مثل این صحبت‌های اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی. آروم آروم پیش میریم. بزرگان مذهبی ما میگفتند که در آینده فقط خود شهر قدس تا دمشق ادامه پیدا خواهد کرد. این کاربر قطری هم با اشاره به همکاری عربستان در تامین نفت و همه کالاهای مورد نیاز این رژیم نوشته: حالا وزیر دارایی اسرائیل میاد و اعلام میکنه کشورش عربستان سعودی و بقیه همسایگانش را اشغال خواهد کرد. آرزوی کهنه صهیونیست‌ها رو متوجه شدین؟ فهمیدین جنون آدمکشی از کجا اومده؟ هدفشون فقط فلسطین نیست. میخوان کشورهای عربی رو هم غصب کنن. اهالی مجازی به این ادعای نویسنده صهیونیست ها هم واکنش نشان دادن. اونجا هنوز مال ما نیست، اما مال ما میشه. لبنان مال ماست. ببینید چگونه صهیونیست ها مغز کودکان را شستشو میدن که لبنان مال ماست. به بچه هاشون دارن یاد میدن که دزدی و کشتن اشکالی نداره. کاربری انگلیسی این صحبت های شاهاک، پروفسور ضد صهیونیستی اهل لهستان، رو یادآوری کرده. هدف صهیونیست ها ترسیم مجدد نقشه خاورمیانه، تجزیه کشورهای عربی و تبدیل شدن به یک ابرقدرت منطقه است. شهروندان مجازی میگویند این رویای صهیونیست ها روزی کابوسشان خواهد شد. وزیر دارایی صهیونیست ها میخواهد که اسرائیل شامل کشورهای دیگر عربی شود، اما ما میگوییم که کل منطقه را از صهیونیست ها عاری خواهیم کرد. تاریخ شهادت خواهد داد. بعد دزدیدن فلسطین و کشتن هزاران نفر، حالا از نیل تا فرات رو هم میخواین؟ همین نقطه‌ای رو هم که دزدیدین ازتون میگیریم و انتقام خون مردمان بیگناه فلسطین رو هم. در آینده نزدیک توی کتاب‌های بچه‌هامون می‌نویسن صهیونیست‌ها به دست مقاومت حذف شدند. کاربران مجازی نوشتند آرزوی 123 سال پیش هتسل و دیگر صهیونیست‌ها را این موشک‌های مقاومت خاموش خواهند کرد. از تصویر مشخص است که موشک‌ها پایگاه تولید برق را هدف قرار دادند. رسانه‌های دشمن تایید می‌کنند که هتسلیا در تاریکی مطلق است. توجه داشته باشید، هتسلیا به نام بنیانگذار صهیونیسم تئودور هتسل نامیده شده است. بهار استادی، خبرگزاری صدا و سیما. همزمان با اعتصاب کارکنان بوئینگ، این شرکت 17,000 نیروی خود را اخراج می‌کند. مدیر عامل این شرکت آمریکایی اعلام کرد به علت شرایط دشوار اقتصادی 10% نیروهای خود را اخراج خواهد کرد. بعد از چندین مورد نقص ایمنی در محصولات بوئینگ و کاهش 37% قیمت سهام این شرکت، ماه گذشته 33,000 کارگر بوئینگ اعلام کردند در اعتراض به شرایط بد دستمزدها اعتصاب می‌کنند. گفته می‌شود این توقف 1,000,000,000 در ماه برای شرکت هزینه داشته است. کره شمالی تصاویری از پرواز هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز پیونگیانگ منتشر کرد که به گفته آنها به کره جنوبی تعلق دارد. این پهپادها همچنین تعدادی اعلامیه ضد حکومت کره شمالی را در پایتخت این کشور پخش کردند. سئول روز جمعه ادعا کرده بود هیچ پهپادی به کره شمالی ارسال نکرده است. سازمان ملل از کشته شدن 24 نفر در حملات سودان جنوبی خبر داد. در درگیری بین گروه‌های مسلح و نیروهای دولتی در سودان جنوبی 24 تن کشته شدند که بیشتر آنها غیر نظامی بودند.
فرو ریختن کلیسای تاریخی در شیلی. این کلیسا که در سال 1994 از سوی دولت شیلی به عنوان اثر ملی شناخته شده بود، بر اثر آتش‌سوزی فرو ریخت. کلیسای سان فرانسیسکو در شمال شیلی عمدتاً از چوب ساخته شده بود و با وجود تلاش 12 واحد آتش نشانی، شعله‌های آتش آن را به تلی از خاکستر تبدیل کرد. هنوز علت آتش‌سوزی اعلام نشده است.